دوستای عزیزم سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. خب همونطور که قول داده بودم قرار بود که سوالاتون رو جواب بدم و در قالب یه ویدیو براتون بذارم. خب من سوالاتون رو اینجا براتون نوشتم توی این دفتر و اینکه یکی از بچه‌ها گفته بودش که اگه میشه عکس مدالتو بذار. برای همین من تصمیم گرفتم که اینجا بشینم و مدالام پشت سرم باشه. خب حالا سوالا رو اینجوری جواب بدم که یه چند تا سوال بچه ها پرسیده بودن که جوابش یه کلمه ای بود و اونا رو اول پشت سر هم میخونم جواب میدم، بعد دیگه یه چند تا ورزشی جواب میدم، یه چند تا از خودم جواب میدم، یعنی اونایی که مثلا راجع به خودم پرسیده شده بود. خب بریم سراغ سوالا. اولین سوال اینه که خب هم میپرسن، خیلی هم میپرسن، این بودش که چند سالته، چند ساله تکواندو کار میکنی، دانه چندی و دیگه چی پرسیده بودن؟ من خیلی قاطی هم نوشتمشون. یکی نوشته بود که هنوز درس میخونی و اینا. خب من 26 سالمه بچه و از 10 سالگی هم تکواندو رو شروع کردم و پومسرم به صورت حرفه‌ای از کمربند آبی بود که کار کردم و الان بگم از سال 2012 تا الانم که عضو تیم ملی بودم و مدالای زیادی گرفتم و اینکه دانه 4 هستم. البته من الان دیگه باید 5 هم گرفته باشم. موقعی که من دانه 2 گرفتم بکنم یه چند سال رو دانه 2 مونده بودم، یعنی اصلا دیگه به ذهنم نمیرسید که خب برو آزمون مثلا شرکت کن، از بس که مثلا درگیر مسابقه و اینا بودم دیگه نرفتم، همش دانه 2 بودم. بعد دیگه شروع کردم دانم هم گرفتم و الان دانه 4 و یه سوال دیگه هم پرسیدم. آها، هنوز درس میخونی یا نه؟ من بچه شیمی خوندم و کارشناسی شیمی رو گرفتم، یعنی مهندسی صنایع شیمیایی و دیگه خب خسته شدم دیگه، از یه جایی به بعد دیگه نمیتونستم درس بخونم و تصمیم گرفتم که دیگه بیشتر تمرکزم بذارم روی ورزشم و دیگه نخوندم، فقط لیسانسم رو گرفتم. خب سوال بعدی اینه که یکی پرسیده بود که اولین قدم قهرمان شدن چی هستش؟ ببینید بچه ها، اولین قدم اینه که شما باید با یه مربی خوب داشته باشید، یعنی با یه فردی که حرفه‌ای باشه، اینکه بتونه شما رو کمک کنه و اینکه بدونه که مثلا شما الان باید چه مسابقه‌ای شرکت کنید، شما مثلا پیگیر کارتون باشه، مسئولیت پذیر باشه. پس باید اول یه مربی خوب داشته باشین. مثلا اگر مربی شما مبارزه کار میکنه، شما میخواید پومسه کار کنید، باید برید با یه پومسه کار تمرین کنید، یعنی که یه مربی که پومسه رو هستش میتونه شما رو کمک کنه، یا برعکس هم همینطور. و اینکه حرفه‌ای باشه توی کارش و شما رو قشنگ راهنمایی کنه که مثلا مسابقات شرکت کنید، پیگیر مسابقات باشه، پیگیر کارتون باشه. و اینکه این حالا قدم اول هستش، بقیهش به تلاش خودتون بستگی داره، یعنی فکر نکنید که مربی میتونه برای شما معجزه کنه، آخرش شما خودتون باید تمرین درست حسابی داشته باشید، تمرین کنید. و اینکه مثلا مثل یه کسی که کنکور داره میشینه کلن به درس خوندن، یا مثلا خیلی از مهمونی ها رو نمیره، خیلی از جشن ها رو نمیره، خیلی نمیتونه با دوستاش بیرون بره، اینا رو مثلا باید در نظر بگیرید. واقعا باید تمرینتون مهمترین چیز باشه براتون. و اینکه اما به نظر من مثلا بین تمریناتون اگر که حالا یه تفریحی هم داشته باشید خیلی به ذهنتون کمک میکنه و باعث میشه که استراحت ذهنی هم داشته باشید. سوال بعدی که گفته که این ژن خوب خوشگلی به مامانت رفته یا بابات؟ خب بچه من احساس میکنم که حالا نظر خودم اینه که هم به مامانم رفتم، من هم به بابام رفتم، یعنی مثلا چشام که حالا درشته به مامانم رفته، یا مثلا رنگش به مامانم رفته رنگ چشام.
ولی خب مثلا موهام که لخته به بابام رفته، میدونین، احساس میکنم که من از دو طرف مثلا یه چیزایی رو به ارث بردم. ولی خب مثلا خواهر دومی هم کامل شبیه مامانمه. دیگه بگم که فکر کنم که از دو طرف باشه، شاید یکم از طرف مامانم بیشتر باشه. خب بعد سوال بعدی اینه که چقدر تمرین میکنی در هفته و چند روز استراحت میکنی؟ و یکی دیگه هم پرسیده بود که چقدر مثلا باید تمرین کنیم که مثلا موفق بشیم. حالا این دوتا سوال فکر کنم جوابش تقریبا یکی باشه و برای همین من این دوتا رو با هم دیگه خوندم. کلا بچه خود من اینه که تمرین هم اینطوریه که بستگی به مودم داره واقعا. اگه مثلا خیلی با انگیزه باشم، وقتی که خیلی با انگیزم و واقعا مثلا هدفامو دارم دنبال میکنم و خیلی برام مهم باشه، هر روز تمرین میکنم. و اینکه پس شما بدونید که اگر میخواید موفق باشید باید هر روز تمرین کنید. اونم چی؟ اگر بتونید روزی دو بار تمرین کنید که دیگه خیلی عالیه. هم صبح تمرین کنید، ظهر استراحت کنید، هم بعد از ظهر یه تایم تمرین کنید. و اینکه کلا ما توی اردوی تیم ملی هم تمرینمون همینطوری هستش، یعنی اینکه ما صبح تمرین میکنیم 2-3 ساعت، ظهر استراحت میکنیم، عصر دوباره تمرین میکنیم. یه سری وقته که سه تایمه هم در روز تمرین میکنیم، دوباره بعد از شام یا مثلا بعد از تمرین بعد از ظهر یه استراحت میکنیم، دوباره تمرین میکنیم، بعد میریم شام، یا مثلا بعد از شام یه تمرین مثلا تمرکزی داریم حتما. پس اینو در نظر بگیرید که شما اگر روزانه دو تایم تمرین کنید خیلی خوبه براتون. حالا داشتم خودم رو میگفتم که من خیلی بستگی به مودم داره. اگر که خیلی با انگیزه باشم و مثلا مسابقه خیلی برام مهم باشه که میخوام شرکت کنم، هر روز تمرین میکنم. ولی اگر که یه وقتایی هم مثلا واقعا بی انگیزه میشم و مثلا واقعا دیگه مثلا برام تکراری میشه، یعنی که دیگه دوست ندارم اون کار رو انجام بدم، شاید مثلا 4-5 روز یه بار، شاید اصلا چند ماه تمرین نکنم. دیگه وقتی که بی انگیزه میشم ممکنه که 2-3 ماه هم اصلا هیچ تمرینی نداشته باشم. اینم هستش. سوال بعدی، وقتی خسته ای و فکرت درگیره چی کار میکنی؟ وقتی از جهاز ذهنی خسته باشم و فکرم درگیر باشه، میتونم بگم این روزا هم واقعا فکرم خیلی درگیره و خستم هستم واقعا. ولی خب سعی میکنم که رو خودم کار کنم و اینکه میدونم که هیچکی به جز خودم نمیتونه کمکم کنه و شروع میکنم. من یه عادت خوبی که دارم اینه که میشینم مینویسم، یه کاغذ برمیدارم مینویسم که الان چه احساسی دارم میخوام، بعد زیرش می‌نویسم که دوست دارم چی جوری باشم و برام سخته. شروع می‌کنم اینا رو مثل گزینه اینجوری می‌نویسم مورد، بعدش زیرش مثلا با خودم حرف می‌زنم که آقا من قرار به تو کمک کنم، مثلا مخاطب خودم قرار میدم. و شروع می‌کنم دیگه جملات مثبت نوشتن. بعد سعی می‌کنم که هر روز یه تغییر کوچیک ایجاد کنم. مثلا اگر تصمیم گرفتم که صبح زود بیدار شم، زودتر بیدار شم، و خب مثلا تنبلی مثلا خیلی رو مخم میره و خیلی وقت تنبل میشم و سعی میکنم که آقا اینو خورد خورد از خودم دور کنم. مثلا اگر من 11 ظهر از خواب بیدار میشم، سعی میکنم که حالا نیام یه و فردا 7 صبح بیدار شم، نیم ساعت زودتر، 1 ساعت زودتر بیدار میشم. یعنی حالا هر چیزی که شما تو ذهنتون باشه اینجوری میتونید پله پله و خورد خورد تغییرش بدید. بعد از یه مدت واقعا آدم حالش بهتر میشه. و کلن آره، این جملات مثبت نوشتن سعی میکنم که تلقین کنم به خودم و این جملات مثبت نوشتن خیلی به آدم کمک میکنه. و اینکه اشکالی هم نداره آدم هر چند وقت یه بار همیشه ممکنه که حالش بد باشه، بی انگیزه باشه، خسته باشه، روحیه خوبی نداشته باشه، این اصلا هیچ اشکالی نداره. هم که شما خودتون رو درک کنید باعث میشه که به خودتون کمک کرده باشین و بعد از چند روز حال خوبتون دوباره برمیگرده. سوال بعدی نوشته که گفته که تا کی میخوای بری تیم ملی، هدف بعدی چیه؟ راستش رو بخواین الان شاید این روزا خیلی دارم به این مورد فکر میکنم، به اینکه تا کی میخوای بری تیم ملی. مثلا
آخه میدونین بعد از یه مدت به نظر من آدم خب دیگه اشباه میشه دیگه از این همه مدال گرفتن و اینکه مثلا من خودم هم کلن آدمی هستم که دوستم همه چیز رو تجربه کنم، یعنی خیلی زود برام چیزا تکراری میشن و همیشه دوست دارم که چیزای جدید بیاد تو زندگی و هی تغییر کنم. برای همین فعلا نمیدونم که تا کی میخوام برم تیم ملی، ولی میتونم بگم دیگه شاید اشتباه شده باشم از مدال گرفتن و دوست دارم که تغییر کنم و الان این روزا دارم بهش فکر میکنم که خب چی کار کنم، چون خیلی سخته که آدم بخواد بین کاری که چندین سال انجام میداده و یه کار جدید انتخاب کنه و مثلا دیگه بعد خب اونو اون نقشش کم رنگ تر میشه دیگه توی زندگی آدم. مثلا دیگه من آقا اردونه رو مدال نگیرم یه تغییر خیلی بزرگ میشه توی زندگی و بعد خیلی اون تصمیم بعدیمو درست بگیرم، ولی خب فعلا مشخص نیستش که بگم آقا مثلا من این آخرین اردوییه که میرم، ولی حالا فعلا که هستم و شاید مثلا بینش چند سالم وقفه بیفته بتونم خب دوباره برگردم، چون رشته ما تا آخر عمر قشنگ تا مثبت 65 سال رد سنی داره و هر وقتم که دلم تنگ بشه میتونم دوباره تمرینم رو شروع کنم و مثلا توی رده بعدی رده سنی بعدی عضو تیم ملی بشم اگر که اوکی باشم خوب باشه بدنم و دوباره مدال بگیرم. هدف بعدیم چیه؟ هدف بعدیم هم اینه که بیشتر این روزا دارم به شغلم فکر میکنم، خب دیگه باید به فکر شغلم بیشتر باشم و با مدال گرفتن به هر حال نمیشه اونجوری، من یعنی حالا نظر من اینه به اون خواسته هایی که توی ذهنم هست میرسم. حالا این مدال گرفتن خودش بزرگترین آرزوی من بوده و من بهش رسیدم، ولی خب به هر حال زندگیم بودهای دیگه ای داره که یکی از بودهاشم اینه که آدم شغلش رو انتخاب کنه دیگه و فعلا توی این چند وقت بیشتر دارم به اون فکر میکنم. یکی گفته که اگه میتونستی خودت در کودکی برای خودت اسم بذاری به جز مرجان چی میذاشتی؟ بچه من واقعا اسمم رو دوست دارم، واقعا از اسمم خوشم میاد و دوست داشتم که اگرم قرار بود اسمم چیز دیگه ای باشه همون مرجان باشه. واقعا آره اسم دیگه ای تو ذهنم نیستش، همون مرجان رو خیلی دوست دارم. سال بعد چقدر احتمال داره پومس اولمپیکی بشه؟ بچه ها برای اینکه پومس اولمپیکی بشه کلن اینطوریه که مثلا میان از الان اگه مثلا بخوان صحبت کنن برای دوره بعدی اولمپیک نیست، برای مثلا دو سه دوره بعد اگر موافقت بشه مثلا وارد اولمپیک میشه اگر از الان صحبت کنن اینطوری. و اینکه پومس تازه وارده اولمپیک آسیایی شده، یعنی همون بازی های آسیایی، یعنی تازه که دوره قبل 2018 اولین دورش بود و که اینا مدالشه، این مدال 2018 که اولمپیک آسیایی بود و خب الان تازه دومین دورش میشه امسال 2023 که پومس توی حضور داشته باشه توی بازی های آسیایی. حالا باید فکر کنم چند سال مثلا بگذره تا بعد دوباره صحبت کنن واسطه بشن اینطوری که عضو جز اولمپیک بشه یا نشه. به همین زودی ها فکر نمی کنم بشه. شما که چند بار واسه مسابقات رفتی کره کدوم رفتارشون برات جالب بوده؟ رفتار کره یا کدوم رفتارشون جالب بوده؟ میدونین یه رفتارشون که خیلی مثلا زیاد بود با ما این بودش که ما رو میدیدن، مثلا ما میرفتیم بازار اینا ما رو میدیدن میگفتن چقدر شماها خوشگلید، یعنی مثلا دهنشون از تعجب باز میموند اینجوری بگم. بعد میدیدین مثلا ما اون روز اصلا دیدیم که مثلا بعضی روز آدم قیافه خودش اصلا دوست نداره، از نظر خودش اصلا روز خوشگل نیست، مثلا ما تو اون روز بود قیافم اون شکلی بود. بعد اونا اصلا باورشون نمیشد، میگفتن چجوری شماها انقدر خوشگلین و دیگه تا از اول تا آخر سفر همه اینو مثلا چندین بار به همون میگفتن
حالا یه رفتارشون که خیلی مثلا بولد بوده این بوده با من. بریم یه ذره سوالای ورزشی. یکی پرسیده که اگه بدنسازی با دستگاه کار کنیم انعطاف از بین میره؟ ببینید کلن آره ممکنه که انعطافتون کمتر بشه، خب ولی خب شما باید حواستون باشه به انعطافتون. یعنی بدنسازی با دستگاه خیلی خوبه، باید کار کنید، یعنی برای پمس هم خیلی خوبه و کمک میکنه قدرت بدنیتون هم بره بالا. چون یکی هم پرسیده بود که چیکار کنیم قدرت بدنیمون بره بالا، پس شما باید بدنسازی رو کنار تمرین پمستون داشته باشین. و بهترین چیز اینه که حالا من از تجربیات خودم میگم، این که شما وقتی که آقا مثلا سه ست داری حرکت رو میزنی بینش کاملا کشش بده اون قسمتی که داری، مثلا اگه پشت رون هست شما پشت رون میزنی بعد بیا قشنگ همه سیرینگ تو کشش بده، بعد استراحت کن دوباره برو ست بعدی تو اجرا کن و آخر تمرینت هم قشنگ درست حسابی کشش بده، دوباره سر تمرینای پمست کشش تو بیشتر کن که انعطافت کم نشه وقتی که بدنسازی کار میکنی. و کلا بدنسازی با دستگاه کار کردن خیلی خوبه برای پمسه، به خاطر اینکه شما هم این کیپ دستاتون قدرت شوک بدنتون بالا میره و اینکه هم دستاتون هم ضرب پاهاتون. البته وقتی که شما دیگه نزدیک مسابقه میشید باید تمرینتون تغییر کنه و سرعتی بشه، وگرنه سرعت تکنیکا پایین میاد و این طبیعیه و بعد باید تمرین سرعتی انجام بدید تا سرعتتون هم بره بالا و روز مسابقه بهتر کنید. دیگه سالای ورزشی چند نفرم گفته بودن که چه تمرینی برای 180 خوبه، تمرین برای یوبچاگی میخواییم، اینا رو بچه ها من براتون ویدئو میگیرم چون توی با توضیح دادن و حرف زدن که نمیتونم براتون بگم چه تمرینی، اینا رو براتون ویدئو میگیرم. یه ویدئوی انعطاف گذاشتم اونو بعد انجام بدین، یعنی که شما فقط نباید خود 180 رو کار کنید، شما باید بقیه کششی ها رو کامل انجام بدید بعد آخر سر 180 تون رو مثلا کار کنید، مثلا چند سه 180 بزنید 30 ثانیه این نگه دارید ضربه بزنید اینطوری. بعد سوال دیگه، مثلا سوال چند بودن؟ سوال بعد این که برای ماها که تازه کاریم چه نصیحتی داریم؟ این که حالا از تجربه خودم بخوام بهتون بگم اینه که در کنار ورزشتون اگر درس میخونید که خب مثلا درستون رو درست حسابی ادامه بدید، اگر نه مثلا درستون رو حالا تا یه جایی فقط میخواید پیش ببرید و خیلی براتون مهم نیستش یه کار دیگه ای انجام بدید، یه هنر دیگه یاد بگیرید که بعداً به عنوان شغلتون بتونید ازش استفاده کنید. یا اگر که مثلا پمسه میخواید کار کنید، چون به هر حال بچه جوایز اونقدری نیستش که شما بتونید کل زندگیتون رو باهاش بسازید و اینکه باید به نظر من کنارش یه فکر اساسی برای شغلتون داشته باشید، پس بهتر که هنر دیگه ای کنار ورزشتون یاد بگیرید که بتونید ازش استفاده کنید. و یا مثلا اگر دوست دارید که همین الان مثلا فکراتون رو کنید، دوست دارید بعدا مربی بشید، خب خوبه این میتونید قشنگ مربیگری کنید، تیمداری کنید و شاگرد داشته باشید، مربیگری هم خوبه. ولی اگر دوست ندارید مربیگری رو، از همین الان به فکر این باشید که در کنار ورزشتون یه کار دیگه رو داشته باشید، کاری رو شروع کنید که وقتی دیگه آقا دیگه نخواستی ورزش کنی خواهی چی کار کنی، تازه مثلا سردرگم نمونی که خب مثلا من همه چیزم ورزش بود الان دیگه من دیگه معنایی ندارم و خب چون آدم خیلی رو روحیش تاثیر میذاره و ممکن اصلا آدم افسرده بشه. خلاصه که نصیحت من اینه، در کنار ورزشتون یا درستون رو قشنگ ادامه بدین اگه میتونید باهاش سر کار برید، یا اینکه یه هنر دیگه ای رو شروع کنید. تا حالا آسیب جدی روحی توی اوج تلاشت برای موفقیت خوردی؟ چجوری مهارش کردی؟ کلن چیز خاصی تو ذهنم نیست که مثلا بگم آره مثلا فلان روز فلان اردو من مثلا از لحاظ روحی آسیب دیدم. خب
ولی در کل خیلی تا حالا برام پیش اومده که هر چند وقت یه بار آقا بیانگیزه بشن از لحاظ روحی، اصلا دوست نداشته باشم برم تمرین، اصلا دیگه نخوام تکواندو کار کنم، خیلی برام پیش اومده. و اینکه چجوری مهارش کردی؟ باید یه مدت، من مثلا خودم یه مدت مثلا از ورزشم فاصله میگیرم، شاید چند هفته فاصله بگیرم، شاید اصلا یه هفته ای حالم خوب بشه سفر میرم، چه میدونم، اگر مثلا دوستی دارید میتونید با دوستتون صحبت کنید، حالا یه دوستی که بتونید بهش اعتماد کنید و باهاش مثلا راحت باشید و واقعا آرومتون کنه، خیلی خوبه، چون آدم خب تنهایی خیلی اذیت میشه توی این شرایط، و اگر کسی باشه که کنارتون باشه باهاش صحبت کنید که خیلی بهتره. ولی خب در آخر هم خودتون هستید که میتونید به خودتون کمک کنید. آره دیگه، منم مثلا چند وقت فاصله میگیرم از ورزشم و این میشه که اصلا دوباره دلم تنگ میشه برای ورزشم. و اگر بخوام بگم که حالا آسیب روحی دیده باشم، آره آسیب روحی هم الان به ذهنم خورد که کجا آسیب دیدم، و خدا رو شکر من تونستم که مثلا هر چیزی که برام پیش میاد، شاید یه چیزی ناخوشایندی برام پیش بیاد، دیگه وقتی که یه مدت ازش میگذره سعی میکنم بهش فکر نکنم، یعنی فرار میکنم از فکر کردم بهش، بعد کم کم اون دیگه از ذهنم پاک میشه. حالا درسته که کلن پاک نمیشه از ذهن آدم، ولی دیگه یه جوری هم که میگم دیگه اون گذشته، الان فکر کردم بهش فقط حال منو بد میکنه و هیچ چیزی درست نمیشه، عوض نمیشه و اون دیگه اتفاق افتاده و اون دیگه به گذشته متعلق و گذشته است. و آدمی هم که اصلا به گذشته فکر نمی کنم، به خاطر همین میتونم که راحت، به قول شما میگین چجوری مهارش کردی، میتونم راحت مهارش کنم. چقدر سوالاتون زیاد شد، فکر میکردم خیلی کمتر باشه. سوال بعدی این که اولین باری که رفتی تیم ملی چه حسی داشتی؟ خب من آرزوم بود که برم تیم ملی، یعنی اصلا شب و روزم شده بود این که من باید برم تیم ملی، من میخوام برم تیم ملی، اصلا یه وضع قشنگ. یادمه که اولین بارم که بگم اولین باری که رفتم و فیکس نشدم و بگم خیلی باحال تره به نظرم، 2011 بودش و برای مسابقات فکر کنم جهانی، آره جهانی روسیه بود. بعد دیگه ما موقع انتخاب نشدیم دیگه، خط خوردم و اون موقع هم یکی از دوستای صمیمیم فیکس شدش، البته اون خب قبل از من یه بارم مسابقه رفته بود، خب قاعدتا اون بهتر بود که بخواد فیکس بشه. خلاصه منم اون موقع اینقدر دوست داشتم که فیکس بشم و برم تیم ملی، یعنی وقتی که مثلا مربی گفتش که آره مثلا تو خط خوردی، اینقدر گریه کردم و اصلا گریه هم جوری شده بود که اشک از چشام نمی اومد، فقط به حقه افتاده بودم اونطوری بود. و آره اینم از این. ولی خب سال بعدش 2012 دیگه فیکس شدم و برای نوجوان بودم و مسابقه آسیایی بودش که دوتا طلا گرفتم، خیلی حس خوبی بود. خب ولی آدم وقتی بزرگتر میشه بیشتر میفهمه که مثلا چقدر لذت بخش بوده برای آدم، میدونی؟ اون موقع شاید مثلا بچه بودم خیلی متوجه نمیشدم که وای الان تو مثلا چه کار خفنی کردی، الان بیشتر برام ارزشمند شده مثلا اون مدال 2012 که مثلا طلا گرفتم، اولین بار رفتی اولین بار طلا گرفتی. آره ولی خب به هر حال خیلی حس خوبی بود دیگه، دیگه به آرزوم رسیده بودم و خیلی خوب بود دیگه. دوباره سال ورزشی برای رفع بیتعادلی موقع ضربه پا چی کار کنیم؟ اینا رو بچه من باید براتون ویدیو بگیرم و توی ویدیوهای تمرینی بعدی حتما براتون میذارم اینا رو. سال بعد اگر یه سال پومس حرفه‌ای کار کنم میتونم وارد لیگ شم؟ کلن شما بعد از لیگ استان شروع کنید، یعنی شما وقتی که شروع میکنی پومسه کار کردن، حالا فرما رو یاد بگیری و تا یه حدی پیشرفت کنی، میتونی لیگ استان، مسابقه استانی شرکت کنی، لیگ استان شرکت کنی، چون لیگ دسته یک و برتر هم داره دیگه، از لیگ دسته یک استان شروع میکنی، بعد مثلا مدال بگیری سال بعدش لیگ برتر شرکت میکنی اینطوری. خب حالا که این سوالو پرسیدم، یکی گفته بود که چجوری باید بریم تیم ملی؟
شما داشتم میگفتم شما از لیگ استان که شروع میکنید مدالم بگیرید، بعد لیگ برتر استان شرکت میکنید، بعد بعد کم کم مسابقات کشوری رو شرکت کنید، بعد لیگ برتر کشور میشه و اگه اونجا هم دیگه مدال بگیرید، مثلا میاد یه مسابقه انتخابی میذارن کشوری آزاد که همه بتونن شرکت کنن، بعد یا اینکه میان مثلا میگن این دور از انتخابی فقط کسایی میتونن شرکت کنن که نفرات اول تا سوم لیگ برتر و دسته یک کشور و مثلا اونایی که عضو تیم ملی بودن اینطوری، و حالا یه سری مسابقات دیگه هم اگر کشوری بذارن میگن اونایی که قهرمان کشوری مدال گرفتن، مثلا نفر اول دوم سوم انفرادی و نفرات اول تیمی، شما باید بتونید توی کشوری مدال بگیرید که مجوز این که داخل انتخابی تیم ملی شرکت کنید رو بگیرید. بعد از اون دیگه اگر توی انتخابی تیم ملی انتخاب بشید، مدال بگیرید و انتخاب بشید، دوباره توی اردو یه انتخابی دیگه برگزار میشه که اون دیگه تیم نهایی فیکس میشه و بسته میشه، که معمولا مثلا 3 نفر برای هر رده برمیدارن، بعضی وقت اصلا یه سری رده ها اعزام نمیشن، بعضی وقتا مثلا مسابقه فقط برای نوجوانانه، بعضی وقت جوانان به بالای دیگه، اینطوریه، بستگی داره به اون مسابقه. این سوال خیلی به نظرم مهم باشه برای ورزشکارایی که توی پیجم هستن، چون خیلی پرسیدین، گفتین که چیکار کنیم توی مسابقه استرس نگیریم، یا یه نفر پرسیده بود که چجوری استرس قبل از مسابقه رو کنترل میکنیم. اول که بچه ها بدونید که شما باید تمرینتون خوب باشه. اگر شما تمرینتون درست حسابی باشه قبل از مسابقه و تمرین بنزه کافی داشته باشید، دیگه روز مسابقه یه خیالت دیگه راحته که آقا من تمرینمو کردم. ولی اگه تمرین نداشته باشی و بری مسابقه، این خودش باعث میشه که تو استرس بگیری. حالا یه سری ها خیلی تمرین میکنن ولی باز روز مسابقه استرس میگیرن. من خودم هم آدمی هم که خیلی استرس میگیرم روز مسابقه. ولی تمرین ذهنی خیلی بهتون کمک میکنه. یعنی شما قبل از مسابقتون توی همون تمرینایی که دارید چشاتون رو ببندید، خودتون رو تصور کنید توی مسابقه و قشنگ توی ذهنتون همه چیز رو تصور کنید. و وقتی که خیلی واقعی این کار رو بکنی، اصلا استرس میگیری مثل روز مسابقه و این باعث میشه که انگاری که تجربهش کردی، روز مسابقه برات عادی تره. یا اینکه مثلا وقتی که اصلا وامیسی تمرین کنی، حالا جدا از اون تمرین ذهنی، شما وقتی که آقا ایستادی میخوای فرمتو شروع کنی، تصور کن که الان همه نشستن دارن نگات میکنن و تو زمین مسابقه‌ای. این با این ذهنیت باید تمرین کنی. و حالا روز مسابقه باید چی کار کنی؟ باید فکر کنی که داری میری تمرین کنی، اصلا اومدی تمرین، میخوای بری برای خودت فرمتو اجرا کنی، هیچ کس هم اینجا تو رو نگاه نمی کنه. اینم از اینم میتونه خیلی کمکتون کنه. و یه کاری که خیلی ها انجام میدن اینه که توی زمین مسابقه که میرن، حواسشون به همه جا هست به غیر از خودشون. یعنی من خودم وقتی که میرم تو زمین مسابقه، انقدر تمرکزم روی خودمه که اصلا هیچ کیو نمیبینم. یعنی اصلا کار اطرافم تاره، فقط تمرکزم روی خودمه و فقط خودم رو میبینم. اینم خیلی بهتون کمک کنه. یعنی شما باید تمرکزتون فقط روی خودتون باشه. و یه کار دیگه ای که من خودم میکنم اینه که با خودم حرف میزنم همش تو ذهنم. یعنی دارم میرم تو زمین، به خودم میگم آفرین مرجان، مثلا خودم تشویق میکنم واقعا، آفرین مرجان، چیزی نیست که تو اومدی فقط میخوای، اون همه تمرین کردی، الان میخوای یه بار فرمتو اجرا کنی و تو میتونی. و مثلا جملات مثبت رو با خودم تکرار میکنم و این خیلی کمک میکنه بهم. خب اینا رو همه رو پرسیدم، اینا رو پرسیدم، فکرم خودت میجاد. خب یکی پرسیده که شما که مدال های خوبی گرفتید و راحت میتونید برای پیشرفت و درآمد مهاجرت کنید، چرا انجامش نمیدید؟ دلیلتون چیه؟ ببینید، اول اینکه بگم اگر میخواید پومسه کار باشید توی ایران، شرایط خیلی بهتری دارید نسبت به کشورهای دیگه. خیلی از کشورهای دیگه، من باهاشون با دوستام حالا در ارتباط بودم،
اونا خودشون پول میدن اصلا میان مسابقه. حالا همشون هم نه، ولی خیلی هاشون، حتی اونایی که تیمای بزرگ دارن، بچه ها خودشون پول میدن و میان مسابقه. کلا پومسه رشته ای نیستش که خیلی مثلا بگم بهش، حالا خیلی بهتر شده و خیلی مثلا دوباره بهش اهمیت میدن، ولی خب به هر حال مثلا مثل فوتبال که نیست، مثل والیبال که نیست، اینا رو دیگه باید بپذیریم یه جورایی. برای همین شاید خیلی مثلا روش سرمایه گذاری نکنن. حالا من از جوایزشون دیگه خبر ندارم، ولی خب از این لحاظ به هر حال من تا الان خواستم مدال بگیرم، دوست داشتم برای کشور خودم بازی کنم. حالا مثلا بچه‌ها فکر نکنید مثلا میگین که تو رزومت خیلی خوبه، راحت بری مثلا تو رو میگیرن. اصلا اینجوری هم نیست که منتظر باشن یا هی مثلا پیشنهاد بدن، اینجوری هم نیست که مثلا شما فکر میکنید. و هر چیزی به هر حال پروسه خودشو داره و اینکه خیلی از وکیلا هم آدم مثلا نمیتونه بهشون اعتماد کنه، آقا میان وقت آدمو میگیرن، پول آدمو میگیرن و در آخر هم مثلا خیلی راحت میگن ریجکت شدی. یعنی آدم باید بدونه که چجوری میخواد مهاجرت کنه، چرا میخواد مهاجرت کنه، اصلا اون جایی که میخواد مهاجرت کنه اصلا پومسه بهش اهمیت داده میشه نمیشه. اینطوری شاید مثلا اگه رشتم یه چیز دیگه بود چرا مثلا راحت تر میشد رفت، ولی تا الان من نظرم این بوده. تو ایران شرایط بهتری داشتم که مسابقه بدم و اینکه دوست داشتم برای کشور خودم بازی کنم دیگه. از نظر شما آدمای موفق تو روزای سخت چجوری ادامه میدن؟ چجوری ادامه میدن؟ به نظر من یه اصل خیلی مهم توی آدمای موفق اینه که تسلیم نمیشن. یعنی تسلیم نشدن خیلی مهمه، حتی اگه شما شکست بخورید. خیلی وقتا آدم توی شکست خیلی چیزا یاد میگیره و درسته خیلی دردناک میتونه باشه و آدم هیچکس دوست نداره شکست بخوره، ولی بعضی وقتا اون شکسته به تو یاد میده که سری بعدی باید چی کار کنی. میدونین چی میگم؟ و اینکه باید بدونین که شکست جزئی از زندگیه و نمیشه که هیچ وقت نباشه و هیچ اشکالی نداره که آدم شکستم بخوره. و اینکه اون شکست نباید باعث بشه شما تسلیم بشین و خیلی وقتا باعث میشه که آدم با انگیزه تر ادامه بده. یعنی این که انگار انگیزش بیشتر بشه که این دفعه نشد، سری بعدی حتما مثلا یه کاری میکنم که حتما بشه. میدونید آدم مثلا انگاری که قدرتش انگاری بیشتر میشه، انگار مثلا اصرارش بیشتر میشه برای اون گرفتن اون نتیجه خوب. و به نظر من آدم های موفق تو روزای سخت سعی میکنن که یه جورایی ذهنشون رو جمع کنن و نذارن که اون روزهای سخت باعث بشه که تسلیم بشن. این تسلیم نشدنه خیلی مهمه، اینو یادتون باشه. از نظر سال بعدی، از دیدگاه شما ورزش روی اعتماد به نفس موثره یا نه؟ قاعدتا خیلی موثره. مثلا حالا رشته خودم رو بگم، وقتی که آقا مثلا من دارم میرم توی زمین مسابقه، همه ایستادن دارن نگاه میکنن، این خودش اعتماد به نفس میخواد که تو بتونی تنها بری تو زمین و یه اجرای خوب داشته باشی، یه اجرا داشته باشی. مثلا همین که تو واقعا مثلا شاید آدم بگه خب این که یه حفظ کردن فرمه، ولی اصلا اینطوری نیست. جف خیلی تاثیر داره و وقتی که همه نشستن، یه کل سالن نشستن و تو تنها میری توی زمین و میخوای فرمت رو اجرا کنی، اصلا اون استرس، یعنی الانم که دارم میگم اصلا استرس میگیرم، اون استرسه، این که تو چجوری مثلا اون استرسه تو جمع جور کنی، این که تو اصلا جرعتش رو داشته باشی بری جلوی اون همه آدم اجرا داشته باشی، خودش اعتماد به نفس میخواد. و آره، کسایی که ورزش کنن به نظر من اعتماد به نفسشون خیلی بهتر میشه. ورزش روی اعتماد به نفس واقعا تاثیر داره. یکم نوشته که خلاقانه نیست، ولی قد و وزنتو بگو، چون گفته بودم که سال خلاقانه بپرسید. اینجوری نوشته. خب قدم بچه من 1.60، وزنم 51. سوال بعدی میگه که چجوری بین این همه افراد خوب که پومسه کارن، مثل خودت پومسه کارن،
که ممکنه دوستاتم باشن رقابت کردی و نترسیدی؟ میگه چجوری نترسیدی و رقابت کردی؟ خب از اول بگم که بچه ها من خب از اول خیلی پرقدرت وارد شدم و میگم سال 2012 که من اولین مسابقه آسیایی و برون مرزیم بود دوتا مدال طلا رو گرفتم، یعنی تو رده سنی خودم اول شدم و همین باعث شد که یه رو خودم خیلی حساب کنم و مثلا به خودم خیلی اعتماد داشته باشم و خب من یه پله اینجوری رفتم از رقیبام جلوتر دیگه، یه پله بزرگ و باعث شد که آقا مثلا من مسابقه شرکت میکردم خب با اعتماد به نفس بیشتری شاید شرکت میکردم، یعنی حالا بیشتر نمیتونم بگم اعتماد به نفس کامل رو به خودم، مثلا ایمان کامل رو به خودم داشتم، اون اعتماد به نفس کافی رو داشتم. بعد از اون مثلا چند سال بعدش یه جوری بود که من اصلا دیگه رقیب نداشتم و واقعا ناراحتم بودم از این قضیه، مثلا جدی میگم مثلا دوست داشتم که آقا چند نفر باشن که من بگم مثلا من خودم رو برسونم به اونا، اصلا رقیب دیگه نداشتم. ولی بعد از چند سال خب بچه ها خیلی خوب شدن، دوستای خودم هم مثلا یه سری نوجوان بودن اومدن جوان شدن و دیگه بچه های دوستای خودم پیشرفت کردن و پومس کارهای دیگه آقا وارد عمل شدن و دیگه این شدش که آره رقیبم دیگه داشتم، ولی خب دیگه برام لذت بخش شد اینکه رقابت وجود داشت، رقابت برام درست شد، خیلی برام لذت بخش تر از این بود که هیچ رقیبی نداشته باشم و اینکه خب من کار خودم انجام میدادم دیگه و همون میگم اون ایمانی که به خودم داشتم، اون اعتمادی که به خودم داشتم باعث میشد که نترسم و بتونم راحت رقابت کنم و مطمئن باشم به خودم. بهترین تعریفی که تا حالا از خودت شنیدی چی بوده؟ بهترین تعریف؟ خب فکر کنم همین که همه میگن خیلی خوش اخلاقی و خوش برخوردی، چون من مثلا همیشه سعی میکنم با همه کنار بیام، کلا این مدلی هم مثلا خیلی هم خوش برخوردم، واقعا خودم قبول دارم و این فکر کنم بهترین تعریفی باشه که من از خودم شنیدم. بذارم یکم فکر کنم دیگه. بهترین تعریفی که از خودم شنیدم که مثلا خیلی خوشم بیاد از خودم اینه که مثلا به هم میگن که تو مثلا خیلی ارادت قویه، وقتی میخوای یه کاری رو انجام بدی حتما انجامش میدی. این خیلی مثلا خوشم اومده از این تعریف. اولین مدالی که بردیم مال چند سال پیش بود، اولین مدالم هم خب مال 2012 بود که گفتم. البته اینم بگم من سال 2011 با خواهرم یسنا مسابقات هان مادانگ جهانی هم رفتیم. حالا برای کسایی که نمیدونن هان مادانگ چیه، اون بخش از تکواندو هستش که شکستن اجسامه و اونجا من موندولیو شرکت کردم و ابدایی تیمی که من و خواهرم با هم تیمی ابدایی زدیم دو نفری و سوم شدیم، موندولیو هم دوم شدم. حالا موندولیو چی بود؟ باید توی موندولیو اون حرکت چرخشیه، باید توی 20 ثانیه چوب میشکستیم، میچرخیدیم و چوب میشکستیم و اینکه نباید از توی 4 تا تاتمی بیرون میرفتیم، یعنی پامون نباید بیرون میرفت از یه مربع، نباید مثلا بیرون میرفتیم. بعد یادمه که ما خیلی مثلا تمرینم کرده بودیم، قشنگ توی 20 ثانیه 31 دور میچرخیدیم، ولی خب حالا اون تعداد چوبایی که میشکوندیم حساب میشد دیگه. و آره قبل از 2012-2011 توی اون مسابقه هم دوتا مدال جهانی هان مادانگ گرفتم، ولی خب اولی مدال پونسن 2012 بود که ویتنام بود و طلا شد. چه چیزی باعث میشه انگیزه و اشتیاق داشته باشی؟ انگیزه و اشتیاق بچه ها، من اگر که مثلا مدام در حال تغییر باشه زندگیم و کارای جدید انجام بدم همیشه انگیزه دارم براشون، ولی اگه مثلا یک نواخت بشه زندگیم، حتی اگه مثلا یه هفته چند روز یک نواخت بشه سریع انگیزه من از دست میدم و اون شوقه مثلا از بین میره. برای همین مدام در حال این باشم که کارهای جدید انجام بدم، هر روزم تکراری نباشه،
اینا باعث میشه که من انگیزه داشته باشم و شوق و اشتیاق. خب فکر کنم همه سوالا رو پرسیدم. آها نه، یه سوال دیگه هست. اینجا میگه که تو خونه به چیت گیر میدن؟ بچه من مامانم خیلی سخت گیر بود. خب یعنی موقعی که من نوجوان بودم خیلی مامانم سخت گیر بود و کجا میری، کی میای، مثلا همه این چیزا رو حواسش بود و خیلی مثلا سخت گیر بود. مامان خیلی سخت گیر بود، به خدا دوستانم همه ازش میترسیدن. بعد ولی الان مثلا دیگه خب چون از یه جایی به بعد که دیگه بزرگ شدم و دیگه خب خانواده‌ام خیالشون راحت شد که آقا بچه‌مون دیگه بزرگ شده، من خیلی آزادم. یعنی کلن مامانم هم اینطوریه که حتی موقعی که میخواستیم انتخاب رشته کنیم مثلا هیچ وقت ما رو مجبور نکرد که بریم مثلا فلان رشته رو حتما باید بری بخونی و ما خودمون مثلا هر کاری دوست داشتیم همیشه کردیم. و اینکه آره نه اصلا الان من به هیچیم گیر نمیدن واقعیتش رو بخوام بگم. و اینکه ولی خب منم از اون طرف مثلا با خانواده‌ام دوستم، مثلا با مامانم دوستم، هر کاری که بکنم در جریانش میذارم و همین باعث میشه که خب من مامانم مثلا بهم اعتماد داشته باشه، خیالش راحت باشه من کجا میرم چی کار میکنم، مثلا خیالش از این بابت ها راحته و خدا رو شکر خیلی من آزادم. و مثلا بخوام برم سفر اجازه دارم، حالا نرین دعوا کنین با خانواده‌تون ها. میگم من مامانم خیلی سختگیر بود ولی خب از یه جایی به بعد دیگه این اعتماده به وجود اومد و خب دیگه منم که الان بچه نیستم دیگه و آره الان آزاد و رها. خب حالا یه چیز دیگه که من میخواستم راجبش صحبت کنم، سوالاتون که تموم شد یه سوال دیگه مونده. گفته بود این که چی شد که البته یه نفر اینو متوجه شده بود و پرسیده بود این که چرا آخرین مدالی که گرفتی جهانی، که اینه مدالش بچه ها، اینه این مدال جهانی 2022 کره جنوبیه، گفتش که چرا خودت نرفتی روی سکو مدالتو بگیری و چرا دوستت بجات رفت. حالا من میخواستم خیلی مثلا جزئیاتشو بگم ولی از اونجایی که یه سری افراد در کمینن که حاشیه درست کنن و من اصلا دوست ندارم خودم وارد حاشیه بشم، یا حالا کلا دوست ندارم مثلا حاشیه درست بشه و این افرادم که منتظرن و احساس میکنم که اگر بخوام مثلا یه جور دیگه راجبش صحبت کنم سوژه رو قشنگ دادم دستشون و اینا، حالا بگذاریم. برای همین میخوام یه مقداریشو بهتون بگم. کلا آخه این شدش، من رفتم فینالم که تموم شد، وقتی که اومدم پایین باید میرفتم تست PCR کرونا میدادم. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ما ویزامون کلا 7 روزه بود، نمیدونم 7 روزه بود یا 10 روزه بود، یعنی ویزامون اونقدر اون تایم رو داشت و ما دیگه باید همون روز برمیگشتیم، یعنی باید شب مسابقه بعد فرودگاه بودیم که برگردیم. مسابقه همونم بگم 4 روزه مسابقه جهانی و من روز سوم مسابقه پیره، یعنی همون تیمی 2 نفره رو مسابقه دادم. روز چهارم انفرادیم، روز چهارم بود که باید مسابقه میدادم و ما اون آخر مسابقه که روز چهارمه دیگه باید مدال ها رو که میگرفتیم باید میرفتیم فرودگاه که برگردیم و ویزامون دیگه اونطوری بود، یعنی باید برمیگشتیم. و چون که خب کرونا بود ما هم باید تست PCR نشون میدادیم که منفی باشه که اجازه داشته باشیم مثلا توی فرودگاه باشیم و مثلا برگردیم، همین که باید مثلا اون واکسنمون هم مثلا باید نشون میدادیم که 3 دوز واکسنت هم زده باشیم، اینطوری بود. بعد آقا من از زمین مسابقه اومدم بیرون و گفتن که باید بری تست PCR بدی الان و اونجایی که باید رفتیم تست میدادیم هم دیگه مثلا خواست بسته بشه، یعنی دیگه هیچ جایی نبود اگه من وایمیسادم مدالمو بگیرم هیچ جایی دیگه نبود که من برم تست بدم و دیگه خب ویزام که نبود میموندم اونجا مثلا نمیشد، یعنی با عقل جور در نمیومد باید میرفتم. آقا ما رفتیم به سرعت تست PCR رو بدیم، همین که من برگشتم بدو برگشتیم و با تاکسی رفتیم دیگه برگشتیم و دویدم داخل سالن دیدم که تموم شده و
آتوسا از آتوسا دوستم مدالم گرفته بود برام، از روسکو اومده بود پایین مثلا یه دقیقه قبل، مثلا اگه ما 2 دقیقه زودتر میرسیدیم من میتونستم بودم برم روسکو، و این شد که من نتونستم خودم مدالمو بگیرم و دوستم به جام رفت گرفت. و اصلا بعد از مسابقه یعنی حسی که داشتم این بود که انگار که مثلا مدال نگرفته بودم، خیلی حس بدی بود و خیلی گریه کردم، ولی خب دیگه گذشت دیگه، اشکالی نداره دیگه، همیشه که همه چیز خوب پیش نمیره که. و اینم از خاطره تلخ من و همین دیگه، اصلا دلم گرفت. خلاصه البته اینم بگم خیلی رفتن صحبت کردن که آقا یه رده رو جا به جا کنید، الان به جای که مثلا رده سنی 18 تا 30 بره رو سکو، بیاید آقا رده سنی مثلا بالاترش رو مثلا بفرستید، بعد اینو بفرستید که این خانوم مثلا رفته نفر دوم رفته تست بده باید برگردن، اینطوری براشون توضیح داده بودن، ولی خب اصلا قبول نکرده بود اونجا برگزاریم. در صورتی که میتونستن قبول کنن ولی خب دیگه قبول نکرده بودن و من نتونستم خودم برم مدالمو بگیرم. و اصلا خیلی حس بدی داشتم بعدش، یعنی آدم دوست داره خودش بره خب مدالشو بگیره، حالا دوم شده بودم ولی خیلی خوشحال بودم به هر حال دوم جهان شدن که کم نیستش که، میگفتم آخه آدم چند بار مسابقه جهانی فیکس میشه میره اونجا همه بازیاشو میبره میرسه فینال نقره میگیره که مثلا بگه خب سری بعدی ایشالله، یعنی اصلا یه حس خیلی غیر قابل توصیفی داشتم و یه جوری بود که اصلا انگار مدال نگرفته بودم، چون به هر حال آدم موقع میره همون برنزی هم که گرفته بره رو سکو بگیره خیلی براش قشنگ تره. خلاصه که اینم از خاطره تلخ من، ولی خب اشکالی نداره دیگه، من دیگه گذشت برام و مهم اینه که من توی اون مسابقه حضور داشتم، آقا تونستم خودم رو به خودم ثابت کنم و اون مدال نقره هم مدال خوبیه که من کسب کردم، و این تجربه تلخی که داشتم و نتونستم روی سکو برم اشکالی نداره دیگه، پیش اومده و کارش نمیشه کرد و با غصه خوردن من چیزی درست نمیشه. اینم از این خاطره که خیلی ازم پرسیده بودین و امیدوارم که بچه ها از ویدیو لذت برده باشین. خیلی خودم دوست داشتم که اینقدر گفتگومون صمیمانه شد و دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی، فعلاً.